طلب آمرزش، قسمت دوم. نویسنده صادق هدایت، ناظر ضبط فرهاد عزیزی، تهیه و تولید مهدی محمدیان، مدیریت برنامه فرشید رشیدا، تهیه کننده بنیاد آینه. دورش جمع شدند. بعد از آن که دو تا چای شیرین به او دادند و یک قلیان برایش چاق کردند، عزیز آقا شرط کرد که حسین آقا از اتاق بیرون برود تا سرگذشت خودش را نقل بکند. حسین آقا که از در بیرون رفت، عزیز آقا قلیان را جلو کشید و اینجور شروع کرد: گلی خانم جونم، میدونی که وقتی من به خانه گدا علی خدا بیامرز رفتم، 3 سال ما همچین زندگی کردیم که سکین سلطان سرکوفت گدا علی رو سر شوهرش میزد. گدا علی مرا میپرستید و روی سرش میگذاشت، ولی در این مدت من آبستن نشدم. برای همین بود که شوهرم حاشا و والله کشتیارم شد که من بچه میخواهم. هر شب تنگ دلم مینشست و میگفت این بدبختی را چه بکنم، اجاقم کور است. من هرچه دوا و درمان کردم، دعا گرفتم، آخرش بچه هم نشد. تا اینکه یک شب گدا علی پیش من گریه کرد و گفت اگر تو رضایت بدهی یک صیغه میگیرم برای اینکه خدمت خانه را بکند و بعد از آن که بچه پیدا کردم طلاقش میدهم و تو بچه را وجه فرزندی بزرگ میکنی. من هم گول آن خدا بیامرز را خوردم و گفتم چه عیبی دارد، خودم این کار را به گردن میگیرم. فردای همان روز چادر کردم، رفتم خدیجه دختر حسن ماسبند رو که زشت و سیاه و آبل رو بود برای شوهرم خواستگاری کردم. وقتی که خدیجه وارد خانه من شد، سر تا پایش را ارزن می ریختی پایین نمی آمد. اگر دماغش را می گرفتی جونش در می رفت. خب من خانم خانه بودم، خدیجه هم کار می کرد، دیزی بار می گذاشت. خانم 1 ماه نگذشت که آبی زیر پوستش رفت، استخوان ترکانید و شکمش گوشت نو بالا آورد. آن وقت زد و آبستن شد. خب دیگر معلوم بود، خدیجه پیازش کونه کرد. شوهرم همه ی حواسش پیش او بود. اگر چله زمستان آلبالو ویار می کرد، گدا علی از زیر سنگ هم شده بود برایش می آورد. من شده بودم سیاه بخت و سیاه روز. هر شب که گدا علی خانه می آمد، دستمال هل و گل را اتاق خدیجه می برد و من هم از صدقه سر او زندگی می کردم. خدیجه دختر حسن ماسبند که وقتی وارد خانه ما شد، یک لنگه کفشش نوحه میخواند و یکیش سینه میزد، حالا به من تکبر میفروخت. آن وقت پشت دستم زدم و فهمیدم که عجب غلطی کردم. خانم، 9 ماه من دندان روی جگر گذاشتم و جلوی در و همسایه با سیلی روی خودم را سرخ نگه میداشتم.
اما روزها که شوهرم خانه نبود خدیجه را خوب می چزاندم. خاک برایش خبر نبرد. پیش شوهرم به او بهتان می زدم، می گفتم سر پیری عاشق چشم وزق شدی؟ تو اصلا بچه‌ات نمی شود، این تخم مول است. خدیجه از مشهدی تقی قاشق تراش آبستن است. خدیجه هم برای من انگشت توی شیر می زد و پیش گدا علی برایم مایه می گرفت. چه درد سرتان بدهم؟ هر روز خانه مان علم شنگه ای به پا بود که نگو و نشنو. همه همسایه ها از دست داد و بیداد ما به عذاب آمده بودند. من دلم مثل سیر و سرکه می جوشید که مبادا بچه پسر باشد. رفتم سر کتاب باز کردم، جادو جنبل کردم. خدا به دور، انگاری که خدیجه گوشت خوک خورده بود، جادو بهش کارگر نمی شد. روز به روز گنده تر می شد، تا اینکه سر 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه خدیجه خانم زایید. آن هم چه؟ یک پسر. خانم، من تو خانه شوهرم شدم سکه یه پول. نمیدونم خدیجه مهره مار با خودش داشت یا چیز به خورده گدا علی داده بود. خانم جون، قربونتون همین زنیکه شرنده رو که خودم رفتم از محله پنبریزه آوردم، دندانم را شمرده بود. روبروی شوهرم به من گفت عزیز آقا، بی زحمت، من دستم نمیرسه، کهنه های بچه رو بشورید. این رو که گفت من آتیشی شدم. روبروی گدا علی هرچه از دهنم در اومد به خودش و بچهش گفتم. به گدا علی گفتم منو طلاق بده، اما آن خدا بیامرز دستهای منو ماچ میکرد. میگفت چرا اینجور میکنی؟ میترسم شیر اعراض دهن بچه بگذاره. تو همینقدر بگذار بچه راه بیفته، اون وقت خدیجه رو طلاق میدم. اما دیگر از زور خیالات خواب و خوراک نداشتم، تا اینکه خدایا توبه، برای اینکه دل خدیجه رو بسوزونم، یک روز همین که رفت حموم و خونه خلوت شد، من هم رفتم سر گهواره بچه، سنجاق زیر گلویم رو کشیدم، رویم رو برگردانیدم و سنجاق را تا بیخ توی ملاج بچه فرو کردم. بعد هولکی از اتاق بیرون دویدم. خانم، این بچه 2 شب و 2 روز پستان به دهن نگرفت. هر فریادی که میزد بند دلم پاره میشد. هرچه برایش دعا گرفتند و دوا و درمان کردند بی خود بود. روز 2 عصر مرد.
خب پیدا بود. خدیجه و شوهرم برای بچه گریه کردن، قصه خوردن، اما من مثل این بود که روی جگرم آب خونک ریختن. با خودم گفتم اقلن حسرت پسر به دلشون موند. دو ماه از این به این گذشت، دوباره خدیجه آبستن شد. این دفعه نمیدونستم چه خاکی به سرم کنم. خانم، به همان شازده حسین قسم که از زور قصه دو ماه بیهوش و بیگوش ناخوش بستری شدم، سر نه ماه خدیجه یک پسر دیگر ترکمون زد و دوباره عزیز نازنین شد. گدا علی برای بچه جونش در می رفت. خدا به قوم موسا دستقاله داده بود، به او هم یک پسر کاکلزری. دو روز خانه نشست و بچه قنداقی را مثل دست هونگ جلوش گذاشته بود و تماشا می کرد. باز هم همان آش و همان کاسه. خانم، این دست خودم نبود، نمیتونستم حبو و بچهش رو ببینم. یک روز خدیجه دستش بند بود، ایزگم کردم. باز سنجاق زیر گلویم را کشیدم و توی ملاج بچه فرو کردم. این بچه هم بعد از یک روز مرد. معلوم بود باز شیون و واویلا راه افتاد. این دفعه نمیدونید چه حالی بودم. از یک طرف قند توی دلم آب کرده بودن که داغ پسر رو به دل خدیجه گذاشتم، از طرف دیگه فکر می کردم که تا حالا دو تا خون کردم. برای بچه زبان گرفته بودم، تو سرم می زدم، گریه می کردم. اونقدر گریه کردم که خدیجه و گدا علی دلشان به حال من سوخت و تعجب کرده بودن که من چقدر بچه حبو رو دوست داشتم. اما این گریه ها برای خاطر بچه نبود، برای خودم بود، برای روز قیامت، فشار قبر. همون شب شوهرم به من گفت پس قسمت نبوده که من بچه دار بشم، میبینی که بچه هایم پا نمیگیرند و میمیرند. سر چله نکشید که باز هم خدیجه آبستن شد و شوهرم برای اینکه بچه اش بماند نذر و نیازی نبود که نکرد. نذر کرد اگر بچه دختر شد او را به سادات بدهد و اگر پسر شد اسمش را حسین بگذارد و موهای سرش را تا 7 سال نچیند. بعد به وزن آن طلا بگیرد و با بچه برود کربلا. سر 8 ماه و 10 روز خدیجه پسر سومی را زایید، اما این دفعه مثل چیزی که به دلش اثر کرده بود آنی از بچه منفک نمی شد. من هم دودل بودم که آیا سومی را هم بکشم یا اینکه کاری بکنم که گدا علی خدیجه را طلاق بدهد. اما همه اینها خیالات خام بود. خدیجه باز کیابیای خانه و کدبانو شده بود، با دومش گردو می شکست و هر دم توی دلم واسرنگ می رفت. به من فرمان می داد و بالای حرفش هم حرفی نبود، تا اینکه بچه 4 ماهش تمام شد. هر شب و هر روز استخاره می کردم که بچه را بکشم یا نکشم، تا اینکه یک شب با خدیجه دعوای سختی کردم و با خودم عهد کردم که سر حسین آقا را زیر آب بکنم. 2 روز کشیک کشیدم. روز دوم بود. خدیجه رفت از عطاری سر کوچه گل بنفشه بخرد. من دویدم توی اتاق، بچه را که خواب بود از توی ننو برداشتم. سنجاق را از زیر گلویم کشیدم، اما همین که آمدم سنجاق را توی پیشانیش فرو بکنم، بچه از خواب پرید و عوض این که گریه بکند تو رویم خندید. خانم، نمیدانید چه حالی شدم. دستم بی اختیار پایین افتاد، دلم نیامد. خب هرچه باشد، راست راستی دلم از سنگ که نبود. بچه را سر جایش گذاشتم و از اتاق بیرون دویدم. آن وقت با خودم گفتم خب تقصیر بچه چیست؟ دود از کنده بلند می شود، باید مادرش را نفله بکنم تا
آسوده بشوم. خانم، حالا که برای شما میگویم تنم میلرزد، اما چه بکنم؟ همه اش به گردن شوهر آتش به جان گرفته ام بود که مرا دست نشانده یک دختر ماسبند کرد. خدایا خاک برایش خبر نبرد. از کرک گیس خدیجه دزدیدم، بردم برای ملا ابراهیم جهود که تو محله راه چمان به نام بود. برایش جادو گرفتم، نعل توی آتش گذاشتم. ملا ابراهیم 3 تومان از من گرفت که او را دنبه گداز بکند. به من قول داد که سر 1 هفته نمی کشد که خدیجه می میرد. اما نشان به آن نشانی که 1 ماه گذشت، خدیجه مثل کوه احد روز به روز گنده تر می شد. خانم، من اعتقادم از جادو و جنبل و اینجور چیزها هم سوس شد. 1 ماه بعد اول زمستان بود که گدا علی سخت ناخوش شد، به طوری که 2 مرتبه وصیت کرد و 3 بار تربت حلقش کردیم. 1 شب که حال گدا علی خیلی به هم خورده بود، من رفتم بازار، از عطاری دار اشکنه خریدم، آوردم خانه، ریختم توی دیزی آبگوشت، خوب به هم زدم و سر بار گذاشتم. برای خودم حاضری خریده بودم، آن را دزدکی خوردم. سیر که شدم رفتم اتاق گدا علی. 2 مرتبه خدیجه به من گفت که دیر وقت است، برویم شام بخوریم. اما من جوابش دادم که سرم درد می کند، امشب میل ندارم، سر دلم خالی باشد بهتر است. خانم، خدیجه شام اول و آخری را خورد و خوابید. من رفتم پشت در گوشی ایستادم، صدای ناله اش را می شنیدم، اما چون هوا سرد بود و درها بسته بود صدایش بیرون نمی آمد. تمام شب را من به بهانه پرستاری پیش گدا علی ماندم. نزدیک صبح بود، دوباره ترسان و لرزان رفتم از پشت در گوش دادم. صدای گریه بچه می آمد، اما جرأت نکردم در را باز بکنم. برگشتم پیش گدا علی. خانم، نمیدانید چه حالی بودم. صبح که همه بیدار شدند، رفتم در اتاق خدیجه را باز کردم. دیدم خدیجه مثل زغال سیاه شده، مرده، و از بس که تقلا کرده بود لاحاف و دوشک هر کدام 1 طرف افتاده بود. من او را روی دوشک کشانیدم، لحاف را رویش انداختم. بچه گریه و ناله می کرد. از اتاق بیرون آمدم، رفتم دم حوض، دستم را آب کشیدم. بعد گریه کنان و تو سرزنان خبر مرگ خدیجه را برای گدا علی بردم. هر که از من می پرسید که خدیجه از چه مرد، می گفتم چند وقت بود که برای آبستنی دوا و درمان می کرد، وانگهی زیاد چاق شده بود، شاید سکته کرده. کسی هم به من شک نیاورد، اما من خودم را می خوردم. با خودم می گفتم آیا این من هستم که 3 تا خون کرده ام؟ از صورت خودم که در آینه می دیدم می ترسیدم. زندگی به من حرام شده بود، روزه می رفتم، گریه می کردم، به فقیر فقرا پول می دادم، اما دلم آرام نمی گرفت. یاد روز قیامت، فشار قبر و نکیر و منکر که می افتادم، خدا می داند چه حال می شدم. آن وقت به خیالم رسید که بروم در کربلا مجاور بشوم، و چون گدا علی نذر پسرش کرده بود که با او برویم به کربلا، بیمیل نبود که برویم، اما همیشه بهانه می تراشید، این دست آن دست می کرد، می گفت سال بعد می رویم به مشهد، چون آن صفحات ناخوشی آمده است، و همینطور پشت گوش می انداخت تا اینکه او هم عمرش را داد به شما. امسال من کلاهم را قاضی کردم، همه دارایی گدا علی را فروختم، پول نقد کردم، چون خودش وصیت کرده بود و
این بود که وقت حرکت شما و مشهدی رمضان علی را نشانی دادند و از قزوین با هم حرکت کردیم و این جوانی که با من است و مرا ننه خودش می داند همان حسین آقا پسر خدیجه است. گفتم از اتاق بیرون برود تا حکایتم را نشنود. همه مات به سرگذشت عزیز آقا گوش می دادند. بعد اشک در چشمش پر شد و گفت: حالا نمی دانم خدا از سر تقصیرم می گذرد یا نه. روز قیامت حضرت شفاعتم را می کند یا نه. خانم، چندین و چند سال است که من این آرزو را داشتم تا درد دلم را به کسی بگویم. حالا که گفتم انگاری که آب روی آتش ریختند. اما روز قیامت. مشهدی رمضان علی خاکستر ته چپقش را تکان داد و گفت: خدا پدرت را بیامرزد، پس ما برای چه اینجا آمده ایم؟ 3 سال پیش من در راه خراسان سورچی بودم. 2 نفر مسافر پولدار داشتم. میان راه کالسکه چاپاری شکست، یکی از آنها مرد، آن یکی دیگر را هم خود خفه کردم و 1500 تومان از جیبش درآوردم. چون پا به سن گذاشتم، امسال به خیال افتادم که آن پول حرام بوده. آمدم به کربلا آن را تطهیر بکنم. همین امروز آن را بخشیدم به یکی از علما، 1000 تومانش را به من حلال کرد. 2 ساعت بیشتر طول نکشید. حالا این پول از شیر مادر به من حلالتر است. خانم گلین قلیان را از دست عزیز آقا گرفت، دود غلیظی از آن درآورد و بعد از کمی سکوت گفت: همین شاباجی خانم که همراه ما بود، من می دانستم که تکان راه برایش بد است. استخاره هم کرده بودم، بد آمده بود، اما با وجود این آوردمش. می دانید این ناخواهری من بود. شوهرش عاشق من شد، مرا هوو برد سر شاباجی. من از بس که توی خانه به او هول و تکان دادم افلیت شد. بعد هم در راه او را کشتم تا ارث پدرم به او نرسد. عزیز آقا از شادی عشق میریخت و میخندید. بعد گفت: پس شما هم؟ خانم گلین همینطور که پک به قلیان میزد گفت: مگر پای منبر نشنیدی؟ زوار همان وقت که نیت میکند و راه میافتد، اگر گناهش به اندازه برگ درخت هم باشد، طیب و طاهر میشود.